تان در مقابل محمد حسین محمدیان. محمد حسین محمدیان، این چهره محمد حسین محمدیان است. برنده عسکری محمدیان، داور وسط آقای مزدک گیتی مبارزه رو قضاوت می‌کنه. از بانک شهر کاشی میگیره محمدیان. ملی پوشمون در مسابقات المپیک و همچنین در مسابقات جهانی صربستان و نفر سوم جهان در 2014 در تاشکند ازبکستان، قهرمان جام تختی و قهرمان تورنمنت‌های معتبر دنیا و یه سومی دنیا داره که در مقابل اون هم گلیچ کشیر علی تونوکابون هست. این کشیگیر منطقه گلیچ که منطقه دیگه اونجا همه فامیلاشون گلیچ هست و گلیچ سال گذشته در مسابقات نروژ به کال سنایدر 3-2 کشیر باخت و با یه باخت سوم شد. قهرمان جوانان جهان سال 2015-2017 امیدای جان طلا گرفت. 2019 امیدای جان طلا گرفته و دو طلای امیدای جان، یه طلای جوانان جان در مقابل و یه برونز بزرگ سالان جهان گلیش داره. زمینی جام تختی و حالا تماشاگران انبوسازان بوتان با ندای گلیش با تعصب تشویق میکنن و در تلاش هستن که بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. مزدک گیتی، داور همدانی تذکر میده به محمدیان و اختیار تذکر داده به اختیار سیسانه به محمدیان در نظر میاد. حالا محمدیان اگر بتونه، محمد حسین محمدیان فرزند عسکری محمدیان که پدرش هم دو تا نقره المپیک داره و یه نقره جهان که از زحمتکشان کشتی بوده و هست در دیار مازندران، امتیازی بگیره میتونه، امتیاز بگیره میتونه اون خونسا کنه که نتونست و یک امتیاز حالا برای گلیش در نظر گرفته میشه. از دیار خطه گلیج، منطقه گلیج و شهر تونوکابون مسابقه گلیج، حالا یه قوس میکنه در مسابقات انتخابی تیم ملی ثانیه آخری سرز بغل خورد و خاک شد و پیران تیم ملی رو تقدیم کرد به محمدیان. محمد حسین تقاضی اختار برای گلیج، تذکر داده میشه حالا یه مقدار کار کنه. محمدیان اختار سیسانر به او خواهند داد. در تشاخ یک بار دیگه دلاج 35 ساله وقت باقی مونده، تلاش مونده که زیرگیره خودشو به اجرا بذاره. بارها با هم کاشی گرفتن، برد و باخت دارن. داده راور از خطه مازندران که شهرساری دیگر تون کابون، محمد هم میزن زیر کتفان عارف قادش. تو مسابقات سربستان یه بیماری خاص گرفت که اصلا نفهمیدم چه بیماری بود و دو سه روز آخر واقعا حالش بد بود و نتونست توانمندی خودش رو ارائه بده. محمدیان کاشتی شانس هم میخواد در کنار زمرد که وقتی سیزن استرد فرا میرسه. این از مربیان خودشون آقای رضا یزدانی و آقای هادی حبیبی در یک طرف و در طرف دیگه مربیان بوتان آقای کامل قاسمی و ایمان محمدیان صحبت بکنم به نکات لازم رو به کشکران خودشون میگن. یعنی که اصلا تیم بوتن رو هم بوتن بوتن رو خدمتون عرض کنیم که کامل قاسمی، ایمان محمدیان، فرشید قبادی، عارف علیزاده، حامد محمدیان، کیوان بوداغی و سرپرستم آقای عارف محمدیان هستند و به همشون خسته نباشید میگیم. هشت تیم در این دور از رقابت ها حضور پیدا کردن، هشت تیم که چهار تیم به دیداره زبدری راه پیدا کردند. به همه هشت تیمی که حضور پیدا کردن واقعا خسته نباشید میگیم که در گروه یک پالایش بلیش تاکستان اول شدن، بوسازان دوم شد و تیم دانشگاه آزاد سوم و تیم نیروی زمینی هم نیروی زمینی ارتش هم چهارم شد. در گروه دیگه هم بانک شهر اول، صدقان ساری دوم و مقاومت البرز سوم و شهدای پارس ساری هم چهارم شدند.
حضور تیم ها در لیگ کشتی میتونه کشتی رو تقویت کنه. مبلغ قابل ملاحظه پول به بدن کشتی تزریق میشه و به طور کلی لیگ میتونه کشتی رو پویا کنه و تیم هایی که میان در لیگ شرکت میکنن یه جورایی حامی کشتی هستن. اختار رو میدن به گله اختار سیستانی به اتمام. مثلا یه امتیاز برای محمدیان در نظر گرفته میشه. کشتی یک یک برابر هست و کشتیگیری که حالا برنده تو این لحظه محمدیان هست، چرا که امتیاز آخر رو گرفته. حالا گلهش خودش میدونه مسئله رو، خودش میدونه و برزی اقدام میکنه. یک دقیقه و 43 ثانیه، یک بار دیگه گل یک برزی اقدام میکنه اما نمیتونه از دستان پرتوان محمدیان عبور کنه. حالا آقای مزای گیفی تذکر میده به مانده قرمز و اختار بره اختار 30 ثانیه برای محمدیان تایید میشه. توی این 30 ثانیه محمدیان امتیازی نگیره، یک امتیاز از دست میده. کشی دو بر یک به نفع گلایکس میشه. داوران به اعتقاد من خیلی خوب بوده تا این لحظه. ندای ای ولای ولای تماشاگران طرفداران تیم انبوسازان اوتن گلچو مورد تشویق قرار میدن. یک بار دیگه قوس میکنه حریف خودش چون که بتونه با قوس کردن دادو رو به هم بزنه. گلج با تعصب ندای تماشاگران. 4 ثانیه وقت اختار باقی مونده. اینجا 4 ثانیه به اتمام. مثلا یک امتیاز دیگه برای گلش در نظر میگیرم و کشی دو بر یک میشه. دو بر یک محمدیان برای دیگه اقدام میکنه ناموفق و نمیتونه به پاهای گلش برسه. گلی که 2015 در جوانان مدال تاگه، 2017 و 19 امیدا طلا گرفت و 2021 در اسلو هم مدال برنز جهان رو گرفت. محمدیان یه برنز جهان داره در 2014 و تاشکند و هر دو دیگه در آسیایی و جامعه برمانده عناوین زیادی دارن. میپذیم به ادامه کار. دو کاشگیر دستاشون کار میکنه دیگه بتونن شرط برای زیگیری خودشون مهیا کنن. دو بر یک در حالی که 22 ثانیه از وقت باقی مونده. دو بر یک گلش پیش هست. محمدیان در تلاش که بتونه زیگیری خودشون به اجرا بذاره. یک بار دیگه در تلاش هست محمدیان زیگیری کنه. تنگه پای گلش اینجا از توزن خارج میکنه و در واپس این زانی ها دیگه امتیاز میگیره و کشی رو برنده میشه. درست در 2 ثانیه به پایان، در 2 ثانیه به و 9 ثانیه به پایان روز میکنیم. حالا گلش که سعی میکنه زیگیری کنه و در تلاش که بتونه 1 ثانیه تمام زیگیری میکنه و تمام میشه. در واپس این ثانیه 2-2 برابر. گلش چه ترس میده، چه کشتی. یه پیروزی دیگه. حالا 4 پیروزی پی در پی، 4 پیروزی پی در پی تیم کس میکنه، تیم بانگ شهر. گالش توی مسابقه انتخابی تیم ملی هم تو ثانیه های پایانی کاشی رو واگذار از تماشاگران مشاهده میفرمایید. طرفدارانشون آفرین. گالج با تعصب با اینکه باخته اینو میگن طرفدار، اینو میگن تماشاگر مؤدب. با اینکه باخته بازم اون رو تشویق میکنه. آفرین به این تماشاگران، آفرین به این تماشاگران با ادب و با فرهنگ. 4 پیروزی تیم